سلام به روی ماهتون. اومدیم اینجا یکی دیگه از شاهکارهای آقای منصوری رو ببینیم که این روزا توی دبی خیلی سر و صدا کرده. معرفی میکنم بهتون G63 گولد. این شما و این دلبر جذاب. مدلش 2021 هست با قیمت 4.5 میلیون درهم. وقتی صحبت از تیونینگ آقای منصوری میشه یعنی انقدر به جزئیات دقت میکنن. سویچ با رنگ ماشینتون سته. مثلا من مصرف کننده اگر که بخوام یه G63 نارنجی داشته باشم، اون وقت سویچش هم برای من ست همون رنگ ماشین انجام میدن. حالا دوست داریم بریم ببینیم توش خبره؟ ببینیم. اولین چیزی که خیلی توی این ماشین چشم منو گرفت اینه که وقتی شما در ماشین رو باز میکنید به صورت اتوماتیک جای پایی براتون میاد که شما پاتون رو بذارین این بالا و راحت تر سوار ماشین شید. دومین چیزی که خیلی جذاب بود جای در عقب رو عوض کردن. از این ور باز میشه، دقیقا این ماشین رویز رویز. یه ابهت خاصی به این ماشین داده این دستکاری ها و به نظر من خیلی جذابه، چون اولین ماشینی که من دیدم دراش به این صورت باز میشه رویز رویز بود و اینم دقیقا کپی همونه و خیلی به نظرم گوگلی و بامزه است. سومین نکته جذابش اینه که وقتی که در باز میکنین آرم کمپانی منصوری براتون روی زمین میفته که البته اینجا چون خیلی روشنه زیاد به چشم نمیاد، ولی تو شب فکر کنم خیلی چشم نوازش کنه. رو هر دوتا درش هم میتونید ببینید، هم در عقب، بذار تکونش بدم، هم در جلو. یکی دیگه از کارهای خیلی هیجان انگیزش اینه که آرم کمپانی منصوری رو روی کمربندا میبینید. کف پوشا کلن هم صندلی جلو هم صندلی عقب از چرم طبیعی ساخته شده. دور فرمون و جلوی داشبورد از فیبر کربن فشرده استفاده شده که خیلی جذابه. و یه کار جذاب دیگه ای که اینجا خیلی چشم من رو گرفته این حکاکی اینجا هستش، زیر نقشه جهان زده وان آف وان، یعنی این ماشین کلن یه دونه توی دنیا وجود داره که اونم اینجاست. I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. یه کار خیلی جذاب دیگه ای که من اینجا دیدم اینه که شما اگر بخواید استارت بزنید باید از اینجا بزنید. و نکته دوم جذابش اینه که این نقشه جهانی که اینجا بهتون نشون دادم پایینش نوشته بود وان آف وان، همون توی سقف به این صورت تکرار شده. این دکمه ستاره‌ای که اینجا هست و اگر بزنین این چراغا روشن میشن. اینجا رو بگیریم، وقتی خاموشش کنید کلن خاموش میشه.
برای منی که یه خانم هستم و توی ماشین همیشه نور ماشین که کار شده تو هر جای ماشین فوق‌العاده جذابه، قسمت استارلایت این ماشین فوق‌العاده است. بیا اینجا. یه نور هفت رنگ که همش در حال عوض شدنه و با همین چراغ ستاره روشن و خاموش میشه. خیلی جذابه. واقعا پشت تمام این ساخته ها یه فکر فوق‌العاده ای هستش. دوستای گلم، یه سری تغییرات هم اینجا داشتیم. مثلا کنترل پنل صندلی‌ها که جلو عقب بره، بالا پایین بره، اومده این قسمت ماشین قرار گرفته. یه شارژر وایلس اینجا تعبیه شده و پشت صندلی‌ها هم دو تا مانیتور خیلی جذاب داریم که قسمت کابین عقب رو خیلی متفاوت کرده نسبت به مدل‌های دیگه 63. وقتی صحبت از تغییر میشه، یعنی کل ساختار یک ماشین عوض میشه. توی این مدل ماشین چه اتفاقی افتاده؟ این شیشه عقب که میبینید حدود 20 سانتی متر اضافه شده، یعنی تمام ساختار عقب این ماشین تغییر کرده و این نکته فقط در این ماشین، چون یه دونه از یه دونه توی جهان هستش اتفاق افتاده. میدونید چرا تو تمام بدنه این ماشین تو جاهای مختلف این لوگوی آقای منصوری هک شده؟ من میخوام یه دلیل منطقی براتون بیارم. چون که زمانی که آقای منصوری این ماشین ها رو به این شکل تیونینگ میکنه، شاید قیمتشون حدوداً دو برابر افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر این ماشین قبل از تیونینگ قیمتش مثلا 2 میلیون درهم بوده، الان 4.5 میلیون درهمه، چون کاستومایز شده، چون متفاوت شده، چون نمونه این ماشین هیچ جای جهان نیست. حالا بیایید ببینیم کجاها لوگوی آقای منصوری روی ماشین هک شده. و یادتون نره آقای منصوری یک ایرانیه، باید به ایرانی بودنت افتخار بکنی. و اینی که این شاهکار توسط تیم منصوری خلق شده. ببینید اینجا بالای اگزوز شما این لوگو رو میبینید. این لوگوه که به این ماشین هویت میده و قیمت میبخشه. اینجا میبینید، اینجا روی کاپوت میبینید، روی شیشه میبینید، توی چراغ ببینید با چه ظرافت این لوگو کار شده. اتفاقی این کمپانی انقدر بزرگ نشده، انقدر غول نشده در جهان. ببینید اینجا باز این لوگو رو میبینید و توی قسمت جلوی کاپوت و اصطلاحاً جلو پنجره باز این کار شده و فوق‌العاده میتونم بهتون بگم که با ظرافت و با حساسیت این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه این کمپانی هویت میده به ماشین‌های سوپر اسپورت و ماشین‌های مرسدس یا هر ماشین دیگه‌ای. اصلا متوجه شدید که چه اتفاقی افتاده؟ آرم بنز حذف شده از توی این ماشین و آرم آقای منصوری اومده جاش. خیلی راحت متوجه میشید که داستان چیه. یعنی ارزش این کمپانی و ارزش این برند برابری میکنه با کمپانی مرسدس بنز در تیونینگ ماشین. قاعدتا هر ماشینی یک شناسنامه داره و شناسنامه این ماشین که بعد از تغییرات چه اسمی پیدا کرده شما میتونید اینجا ببینید. منصوری World Class Grand Entry P820. این شناسنامه این ماشینه وقتی که ماشین با این لوگو هویت پیدا میکنه.
دوستای گلم، این ماشین همونطوری که میدونید G63 مدل 2021 و یه دونه در جهان ازش وجود داره که 820 اسب بخاره و قیمتش هم حدود 4.5 میلیون درهم ارزش گذاری شده. شتاب 0 تا 100 این هیولای دستساز فقط 3.5 ثانیه است، یعنی شما 3.5 ثانیه زمان نیاز دارید که از 0 به 100 کیلومتر برسید با این ماشین. دوستای گلم، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید، برای اینکه شما هم به ما یک انرژی مثبت بدید، لطفاً حتما ویدیو رو لایکش بکنید. اگر نقطه نظری دارید توی کامنت ها برای ما بنویسید و اگر برای اولین باره که کانال ما رو میبینید، میتونید کانال ما رو سابسکرایب بکنید و یک پلیلیست ما داریم، ماشین بازی دبی. توی اون پلیلیست کلی ماشین‌های روز دنیا رو بررسی کردیم و ویدیوهاش هستش که شما میتونید ببینید. اگه دوست داشتید برید توی اون پلیلیست و ماشین‌های دیگر هم ببینید و حالشو ببرید. اگرم خیلی 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 با این ویدیو حال کردید، میتونید با دوستانتون اشتراک بذارید، یعنی براشون توی واتساپ، توی اینستاگرام یا توی هر اپلیکیشنی که دوست داشته باشید میتونید بفرستید که اونا هم اون ویدیو رو ببینن و لذت ببرن. امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه. یه سوال دارم، اگر 4.5 میلیون درهم پول داشته باشی این ماشین رو می‌خری، یا اگر گزینه دیگه‌ای تو ذهنت هست اونو برای من توی کامنت‌ها بنویس.